بله دوستان عزیز و ارجمند اشاره کردم که در پیوان با سلامت و بهداشت دهان و دندان صحبت میکنیم قطعا هر عضو از, از بدن میتونه مسئولیت و وظیفه منحصر به خود داشته باشه و در سلامت کل بدن ما نقشی داشته باشه وقتی صحبت از دندان ها و سلامت دندان میشه نه تنها ای که زیبایی صورت ما وابسته به ای است که ما دندان های منظم و سالمی داشته باشیم بلکه میتواند تاثیر مستقیمی بر نحوه گوارش و حزم غذاها هم داشته باشه و این میتونه برای ما بسیار پر اهمیت باشه به این لحاظ علاوه بر مسواک زدن به صورت روزمره و در سه وقت حالا سه وقت که یک الزام هست برای ما ما باید توجه داشته باشیم که نکات دیگری هم هست که میتونه به سلامت دراز مدت دندان های ما کمک کنه همراه برنامه ما باشین انشالله این صحبت هایی است که در لابلای برنامه و او اشاره میکنیم که قطعا همگی میتونه برای شما عزیزان مفید واقع شد خوشبختانه دکتر عزیز برنامه هم در کنار ما هستند و به اتفاق ایشان صحبت ها را آغاز میکنیم دکتر صاحب سلام بر شما بسیار خوش آمدید سلام بسیار خوش دکتر سب خوشحال هستیم که امروز در خدمت شما هستیم دوربین در شما اگر که سلام و خسته نباشید با بینندگان ازم داشته باشید تشکر و سلامت باشین با هر سلام و درود خدمت بینندگان عزیز تلویزیون تمدن تشکر میکنم از تلویزیون تمدن که ما را دعوت نمودن خواهش میکنه انشالله که در لابلای برنامه صحبت های در طبات حفظ و نگه حداشته. بعد از پوش دندان ما چطور بتانیم بعد از دندانهای خود پوش نمودیم چه قسم مراقبت بعد از پوش را داشته باشیم بسیار خوب تشکر از شما دایی سپاس از شما سلامت دندان یکی از موزلات همیشگی برای هر فردی هست در جامعه ما متاسفانه ممکن به دلیل عدم اقتصاد کافی و یاری نمودن مسائل مالی ما خیلی کمتر به دندان پزشکی و دکتر سیبایی که در قسمت امراض دندان کار میکنن مراجعه کنیم اما در سایر جوامع که این یک الزام هست که حد اکثر بعد از شش ماه که مراجعه میکنن به یک کلینیک دندان و یک چکاپ عمومی از وضعیت سلامت دهان و دندان میکنن بفرمایید که با توجه به او شیوه زندگی و لایف استایلی که ما مردم افغانستان داریم چه چی چیزهایی باعث میشه که دندان ما خراب شود تا ای که کار به جایی برسه که باید او رو روکش یا پوش کنیم تشکر در ارتباط به اورال آیجین یا حفظ سیجاف و دهن ما چطور بتونیم دندان های خود را سالم نگه داریم قسمی است که هر شش ماه یک چکاپ عمومی باید دوستا داشته باشند به با کلینیک دندان نزدیکشان می باشه هر جایی که خودشان لازم می بینن. هر شش ماه یک چکپ شوند دندان ها در ارتباط حفظ سه جوف دهن و دندان ها قسمه که پیشتر شما یاداوری نمودین حد اقل دو بار در روز صبح شب شستن دندان ها یا مسواک زدن دندان ها لازمی می باشد. که بر علاوه مسواک زدن به خاطر حفظ و نگهداشت سالم دندان های ما ما نیاز به دنتال یا نخ دندان نیاز داریم زمانی که ما غذا میگیریم بعض گرفتن غذا اونم باقی مانده غذا در جافه دهن تو توسط دنتال فلاسک بعد گرفته شد که ای در صحت و سلامتی دندان ها و جافه دهن ما خیلی مفید می باشد. بسیار خب دلایلی که افراد مراجعه میکنن و داکتر دندان برای که دندان هایشان پشت شود چه چیزهایی چیز میتونه باشه آیا تخریب داخلی یا سطوح خارجی دندان هست و یا ای که عوامل وراثتی نظیره ای که مثلا دندان ها در یک ردیف منحرف هستن و که به هر حال میتونن تاثیر منفی بر زیبایی دندان داشته باشه چه عواملی میتونن منجر به شود که ما مجبور با پوش دندان شویم عوامل مختلف وجود داره و در کدام حالت ما میتونیم که دندان های خود را پوش نویم عوامل مختلفش یکی هستک به خاطر زیبایی هستک بقید. که مهمترین عاملش نمی هستک زمانی که دندان ما خراب میشه یا تغییر رنگ می داشته باشه یا ناهنجاری های دندانی هسته که انحراف می داشته باشد به اساس ما مراجعه می نزد دکتر دندان تا برطرف نمودن آن که می ما توسط پوش دندان این ناهنجاری ها را از بین ببریم و یکی از علت های اساسی که ما بتانیم دندان حفظ بکنیم پشت دندان است <applause> دندان هایی که تخریب شده هستند دندان هایی که به کریز مواجه شدن این دندان ها را ما که توسط پشت دندان نگهداری شه بیشتر بسازیم یعنی که طول عمر زیاد را بیشتر بسازیم دیگر مثلا چه وظیفه ای داشته باشه آیا صرف ایسته که نگهداری بهش میشه و مراقبت های خاصی هم از تاج و قسمت های داخلی هم ممکن است با واسطه روکش ها صورت دقیقاً دقیقاً, قسم که پیشتر برای شما یادآوری کردیم عامل اساسی که مردم تا مراجعه میکنن به خاطر پوش نبودن دندان ها یکی از عامل اساسیشان زیبایی است زمانی که دندان تخریب شده باشه دندان در جوف دهن کشیده شده باشه نباشه ما میتونیم توسط پوش دندان یا بریج اونمو مشکل برطرف نماییم البته جاگزین دیگه هم هست از نظر قیمت یا کمی که به و مشکل می باشه یا تواناییش ندارن و بهترین گزینه را اون مپوش دندان و یا بریج از استفاده می بله تشکر از شما خب این پوش های دندان معمولا از چه جنسی هستند دکتر صاحب و چقدر می توانند در دهان ما و دندان ها عمر کنن پوش های دندان اقسام مختلف داره البته در عصر آزر ما بیشترین پوش هایی که استفاده داریم اونمو میتل سرامیک است البته میتل سرامیک به این معنا پوش هایی که میگن همرنگ دندان تحت لفظیش که زیر پوش زیرینش که از, میتال میتل استفاده میشه و روی کش از سرامیک گرفته میشه که به همرنگ دندان است و انواع مختلفش یکی ما از مواد سرامیک داریم مواده زرکونی هم کت کم داریم یکی میتل سرامیک است که پیشتر براتون گفتم و دیگه پوش های خود میتل است که انواع رنگ تلایی و رنگ نقره هم موجود می باشد و در سابق از پوش های خالص ایلیاج تلا استفاده می شود که دوام بیشتر داشت چون آل قیمتش بلند است کمتر رایج است این پوش ها در بازار موجود می باشه. بله بسیار خوب انواع مختلف دارن نقره مردم پوش میکنن آه. تلاخه... آه، رنگ نقره ای است رنگ طلایی است و خالص هم است خالص هم بله خب میشه گفت که او کار کرده که دندان طبیعی انسان داره این روکش ها و پوش ها هم ممکن هست داشته باشن یعنی مشخصا منظور میشه که آیا ممکن هست که این پوش ها حساسیتی نسبت به غذاهای گرم یا سرد یا هوای گرم و سرد و یا چیزهای سفت و سخت داشته باشه یا خیر دقیقا چیزی که خداوند به ما اعطا کرده همیشه باید شاکرش بود البته از نگاه عمل یا وظیفه که پوش انجام میده تقریبا تا اندازه به خیلی زیاد اونمو جایگاه دندان طبیعی انجام میده اما به طور کامل نه البته این حساسیت دندان ها گرمی و سردی مربوط به پوش ها نمیشه مربوط به خود دندان و تداوی دندان و تراش داکتر میشه که دندان به شکل وایتل تراش شده دندان تداوی شده روت کانال شده نشده این یک سلام است که بعد از اینکه پوش میشه به وجود البته بعضی اشخاص وجود داره که با خود مواد پوش وجودش عکس العمل می داشته باشه یا آلرژی می داشته باشه که بحث جداگانه است در صورتی که تداوی دندان صورت نگرفته باشه و دکتر تصمیم گرفته باشه که به خاطر بهداشتش به خاطر حفظ نگهداشت بیشتر دندان دندان تراش کرده باشه و برایش یک پوش یا روی کش استفاده کرده باشه بعضی اوقات در جریان چند روز اول که استفاده از پوش میکنن یک حساسیت در مقابل گرمی و سردی به وجود می البته این دائمی نیست به شکل موقتی است این نرمال است در صورت که امی حساسیت ها زیادتر شد و دام پیدا بکنه باز باید مریضی یا و پس دوباره با کلینیک و نزد دکتر خود مراجع کنند بله. تا مشکل اساسیشان مشکلشان به شکل اساسی برطرف شد بله تشکر از شما بعضی از افراد شکایت ازی دارن که وقتی دندانشان تراش میخوره و پوش میشه بعد از مدتی حالا او رسوبات و باقی مانده بسیار کوچک از مواد غذایی از او قسمتی که یک فاصله میان لثه و روکش دندان هست وارد او قسمت اصلی دندان میشه که تراش خورده و این باعث میشه که درد هایی را در اون ناحیه تراش خورده احساس کنن دلیلش چی است دکتر سوید درد ها خب فاصله بین دندانی هر دندان یک فاصله طبیعی بین دندان مجاور خود می داشته باشه زمانی که دندان تراش میشه اگر به شکل اساسی و استانداردش تراش نشه و خود پوش هم با شکل که گمو تاج و آناتومی که اساسی دندان دندانه در بر نگیره اینجا فضا به شکل بیشتر باقی میمونه و در اینجاست که مواد غذایی داخل آنمو فضای بین دندانی داخل میشه و در آینده باعث با وجود آمدن کریز و خراب شدن و عفونت دندان و بیره و لسه میشه بله تشکر از شما زندان سلامت باشون دوی سر سپاس از معلوماتی که تا این لحظه را ارائه کردید و اجازه میخوایم که همکنون میان برنامه ای باشه ادامه ای بحث میگذاریم برای بخش بعدی دوستان عزیز از همراهی شما هم سپاسگزار هستن. با اتفاق یک دیگر شاید میان برنامه ای باشیم و انشاءالله در بخش دوم هم بیشتر در پیوند و سلامت و نگهداری بیشتر از پوش دندان صحبت میکنیم خب بینندگان عزیز ارجمند مجددا خوش آمدین بحث امروز برنامه ما در پیوند و نگهداری از پشت و یا روکش دندان هاست که بسیاری از افراد بنا به دلایل مختلفی دست به انجام این کاری میزنند و دندان های خود پشت میکنن بعضی از افراد برای زیبایی هرچی بیشتر و نگهداری بیشتر از دندان اصلی و تاج دندان و قسمت های اصلی دندان این کار انجام میتن و بعضی از افراد دیگر بنا دلایل و مشکلات داکتری کار انجام میتن بسیار خب آن چیزی که مهم است ایست که وقتی یک یک دندان مصنوعی یا یک روکش مصنوعی وارد ردیف دندان ما میشه بنابراین مراقبت و نگهداری از او هم باید بیشتر باشه چون ممکن هست که آسیب هایی را به دندان اصلی ما و دندانی که تراش خورده وارد کنه خب دکتر سپ سپاس از شما به محض اینکه روکش دندان نصب شد روی دندان های اصلی ما چه نکاتی رو باید در اون لحظه ما رعایت کنیم تا اینکه آسیبی در اون قسمت وارد نشه تشکر بعد از اینکه ما بالای دندان پوش نصب میکنیم برای مریض صحبت میکنیم که یک ساعت یا دو ساعت بعد از اینکه دندان بالا پوش دندان تا نصب میشه نباید بالای دندانتان فشار زیاد وارد بسازین یا از مواد غذای سخت استفاده بکنین به چند روز اول حداقل چهار روز از غذاهای سخت و چیزایی که باعث میشه که سر دندان فشار زیاد وارد میکنه استفاده نباید صورت بگیره یعنی مشخصا منظور شما چه غذاهایی است که نباید مثلا اکثرا در وطن ما رایج زیاد است مثلا اگر بادام باشه هم رای دندان خود میگیره میده میکنه می کنم. بله. چون اکثر پوشهایی که در عام از در وطن ما شما استفاده میشه میتل سرامیک است زمانی که ما با پوش دندان میتل سرامیک داریم امرای از غذای سخت و یا پسته و بادام و چهار مغزه بخوایم میده بکنیم با فشار دادن بالای از او اونمو رویه نازکی که در روی میتل کار میشه سرامیک از او با فشار دادن پارچه میشه ای باعث میشه که هم دندان از نظر زیبایی مشکل پیدا کرده روی دندان و هم خود مریض وسوسه برش پیدا میشه که ما نو پوش جور کردیم در جیران بسیار وقت کم پوش به این مشکل رو برو شد آه. گرچه اوسط عمر پوش های دندان از میتل سرامیک اگر ما حفظ صحیح جوف دهن خود درست مراقبت بکنیم بین پنج سال الی پانزه سال در بر میگره. اگر به شکل اساسی اونم قسمی که دکتر به مریض بیان میکنه بعضی که پوش نصب میشه درست اون همه نکات ها مراحت کرده احتمال 15 سال هم بیشتر دوام میکنه برحب. و دیگه حفظ سه جاوف دهن زمانی که ما پوش می میکنیم به این فکر نباشیم دیگه حالا در روی دندان ما پوش هست دیگه برس دندان هم نکنیم <تصفح> هر چی که بود استفاده بکنیم نخیر نه زمان که ما پوش استفاده میکنیم باید حفظ صحیح و دهن خود را از زمان که قبلا پوش دندان نداشتیم دو برابر بسازیم بله چون یک جسم اجنبی در جوف دهن ما قرار گرفته است به خاطر بهتر نگه داشتنش و به خاطر بهتر نگه دندان ما باید کوشش نهایی خدا بکنیم عدقل از طرف صبح بعد از اینکه چای صبح خوردیم قضا صبحانه جان کردیم دندان رو خدا برس بکنیم و از طرف شب قبل در وقت قبل از اینکه ما خواب میشیم و به سر خواب بریم دندان رو باید برس بکنیم و در جریان روز که ما غذا می خوریم یا از نخ دندان باید استفاده بکنیم این نکات ها خیلی مهم است به خاطر افز و نگه داشته بیشتر دندان ها و پوش دندان ها. بله و حالا ب... یک چیز دیگه ای که ممکن هست زیبایی صورت افراد باز هم به مخاطره مواجه کنه است که بعضی از پوش‌های دندان و مرور زمان تغییر رنگ میته. و این وقتی فرد صحبت می‌کنه از فاصله نچندان دور دیگه خیلی می‌تونه مشخص باشه و تق... یعنی فرد میفهمه که این دندان‌هایی که تغییر رنگ داره مثلا نسبتا زردتر یا سفیدتر هست این دندان های خود فرد نیست دلیل اینکه که تغییر رنگ میتا آیا استفاده از نوع خاصی از مواد غذایی هست یا ای که مشکل در ساختار چنین پوش ها و است دقیقا استفاده از مواد غذایی خصوصا مواد غذایی رنگدار بالای دندان های ما تاثیرات خود داره چی بالای دندان باشه چی دندانهایی که ما زمانی که پرکاری میکنیم و بالای پوش ها همچنان و خوشبختانه فعلا پوشهای در بازار پیدا به وجود آمده که از تغییر رنگ ها مستثنا است بح. مثلا پوش مواد زرکونی هم که به نام کتکم هم مشهور هستک، اصل مواد زرکونی هم است. ای از جلایش خاص برخوردار است با دندان طبیعی تقریبا 98 فیصد 100 فیصد فیصد ما 98 دو فیصد فرق میکنه با. و جلایش هیچ وقت تغییر نمیکنه تغییر رنگ در وجودش درویش پیدا نمیشه خیلی از نظر زیبایی از زیبایی عالی را نشان میده بدن دانا البته یک کمه که قیمتش هزینه, هایش بلندتر است اما وقتی که زیباییش سعی میکنی و اونمو ماندگاریش سعی میکنی مشکلی نیست این ممکن برای هر دندان چقدر هزینه داشته باشه؟ فرق میکنه در سطح کلینیک ها نظر به کار دکتر نظر به اینکه از کام کیفیت مواد از کام بلاک ها استفاده میکنه لابراتوار بلاک هایش فرق میکنه بین ده هزار و پانزه هزار قیمت های پوش ها فرق میکنه از کت کم وزر کنیم دیگه چون از نظر زیبایی خیلی زیاد زیبایی رو تأمین میکنه یک پوش خیلی مناسب خصوصا به دندانهای قدامی ما توصیه میکنیم به تمام مریضایی که از نظر زیبایی میخوان دندانهایشان زیبا باشه بله تشکر از شما بیشتر فکر میکنم صحبت های ما تا اینجا برنامه در پیوند با پوش های ثابت بود که اه، یعنی اه، اه، فقط دکتر سایبا میتونه اون رو دوباره جابجا کنن ما به صورت عادی نمیتونیم این کار را انجام بدیم پوش های متحرک هم هست نگهداری اینها فرق میکنه داکتر صاحب یعنی او پوش هایی که شبا میتونیم حتی از دهان خود خارج کنیم و ایده افراد هم عادت رو در دا داخل یک ظرف آب میمانند آیا نگهداری او فرق داری یا یکسان هست پروتزها، ها پروتیز های متحرک و یا دنچرها استفادهش فرق میکنه مریضاش فرق میکنه و نگهداشتشان باید چون متحرک است مریض برش اکثر خوشایند نمی که بکشه پوش خو پروتیز خود و ما پوش گفتن نمیتونیم پروتیز است استفاده هم میکنن البته قابلیت استفاده خیلی زیاد داره در بعض مریض در مریضای خصوصا مریضایی که مسن می باشن مریض هایی که توانیم ما برشان از دندان های ثابت پوش های ثابت برشان استفاده بکنیم باز خوبترین چایس برشان همه دکترها لازم میبینن کسایی که مریضایی که مراجعه مراجع میکنه که اگر خوب خوبترین چایس بعد از اینکه یا انتخاب بعد از اینکه نتونن با دندان پوش های ثابت استفاده بکنن از پروتیز های متحرک برشان برشان توصیه میشه البته یام فرق میکنه ما پروتز به شکل سی سی پلیت داریم که با بستر میتل استفاده میشه و رویشان با دندان های که به شکل همرنگ دندان است کار میشه دیگه دینچرا سک به شکل از مواد اکریلیک استفاده میشه دیگه ما پروتز های مکمل داریم که مریض اصلا دندان در دهنش ده نهی باشه آه. که از او پروتیز ها استفاده میشه پروتیز ها فرق میکنه و استفاده که نگه البته دقیقا پیشتر شما یادوی کردین باید از طرف شب باید کشیده شوه و در یک ظرف آب انداخته شد پس دوباره شسته صبح استفاده بله تشکر دکتر ترسه با پایان برنامه رسیدیم اگر نکته ای باقی مانده که در رابطه با حفظ و مراقبت هر چه بیشتر از دندان ها پوش دندان ها باید بیان کنیم در خدمت شما هستیم و بعض ان از حضور شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشین در ارتباط پوش های دندان زمان دکتر تصمیم میگیره که به مریض خود توصیه بکنه که دندان شما نیاز به پوش داره البته او دندان های است که تخریبات مینای دندانشان زیاد است اگر پر پوش نشد دندان احتمال داره که در اثر فشار جوانده دندان دوباره به کسر مواجه شود اون موادی که پرکاری میشه دوباره بفته با او اساس و دکتر توصیه به پوش میکنه و در این ارتباط ما باید در ارتباط به خاطر حفظ و نگه دندان ما که ما بتانیم چند سال از این استفاده بکنیم اونمون نکات اساسی بهداشت جوف دهنه باید مراعت بکنیم که مو از مواد های رنگدار بلدوند. نوشابه های اسیدی که استفاده زیاد نکنیم دیگه خصوصا صبح شب برسه یا مسواک فراموش نکنیم بله سپاس از صحبت های شما تشکر دایی بسیار خوش به برنامه ما تشکر اما. از شما بینندگان عزیز رو بله تشکر بینندگان از ارج من میام برنامه رو به اتفاق یک دیگر میبینیم و ان فراموش نکنید که تا لحظات دیگر آقای عربزاده عزیز در استودیو به ما میپیوندند